هموطنان گرامی، دوستان عزیز بیننده، بهترین سلام ها و درود های خودم و همکارانم رو تقدیم حضورتون میکنم و خوشحالم که در دومین برنامه تیک تاک در خدمتتون هستیم تا مهمترین موضوع سیاسی روز رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. موضوعی که امروز به اون خواهیم پرداخت بحران شدیدی هست که با رجزخوانی های اخیر حسن روحانی و پاسخ تند رئیس جمهور آمریکا و سایر مقام های این کشور و به خصوص با سخنان روز یک شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در رژیم ایجاد شده. با ما در این برنامه همراه باشید. سخنان پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روز یک شنبه در صدر اخبار جهان قرار گرفت و آب در لانه مورچه‌های حاکم بر میهن ما جاری کرد، چرا که پومپئو در اظهارات خودش حرفا و مواضع مجاهدین و مقاومت ایران که سیاست مماشات تلاش میکرد اونها رو نشنیده بگیره و حتی برعکس جلوه بده بر اونها سهه گذاشت. مواضعی مانند این که رژیم آخوندی بر سرکوب و تروریسم استواره و به طور مستمر حقوق بشر مردم ایران رو نقض میکنه، سردمداران رژیم اموال مردم ایران رو غارت میکنن یا اون رو صرف صدور تروریسم میکنن، در رژیم هیچ میانه‌رویی وجود نداره و روحانی و ظریف گرگ‌هایی در پوست گوسفند هستند، رژیم در میان مردم ایران هیچ جایی نداره و مردم در سراسر کشور علیه این رژیم به پا خواستن. وزیر خارجه آمریکا همچنین به توطئه تروریستی رژیم برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران اشاره کرد و گفت که این رژیم ردپایی از خون در اروپا به جای گذاشته. سخنان پومپئو به خصوص از اونجا که همزمان شده بود با رجزخوانی روحانی و پاسخ تند رئیس جمهور آمریکا و سایر مقام‌های این کشور باعث وحشت مضاعف رژیم شد. وحشتی که رژیم تلاش می‌کرد اون رو با ژست‌های قدرت و تسلط پنهان بکنه. اما به خصوص در رسانه‌های حکومتی این کاملاً بارز بود. اکنون گزارشی از بازتاب این رویدادها در رژیم از نظرتون می‌گذره. همه کانال‌های تلویزیون رژیم پر از واکنش‌ها به سخنرانی روز گذشته پومپئو بود. واکنش‌هایی که در آنها رجزخوانی و وحشت و سوز و گداز به خوبی نمایان بود. وزیر امور خارجه آمریکا صبح امروز در کالیفرنیا از خواب‌هایی برای ملت ایران گفت. خواب‌های آشفته‌ای که 40 سال از تعبیر نشده. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود که خارج از عرف دیپلماتیک و با الفاظی زشت و زننده درباره ملت انقلابی ایران و نظام جمهوری اسلامی و با لحنی عصبی بیان شد، بیش از هر چیز شایع پراکنی، تهمت زنی و دروغ سازی و مملو از تناقض‌ها و توهم‌ها بود. پومپئو در سخنانی توهین‌آمیز آقایان روحانی و ظریف را گرگ‌هایی در لباس گوسفند خواند و افسود هیچ کس در ایران میانه رو نیست. اما وحشت اصلی رژیم نه از لحن تند پومپئو و سایر مقامات آمریکا، بلکه از آن است که آنها اکنون همان واقعیت‌هایی را بازگو می‌کنند که مجاهدین و مقاومت ایران سال‌ها گفتند. دیشب پومپئو در تلاش برای تحقق این رویا تکراری حرف زد. حرفایی که پیشتر در دهان گروهک تروریستی تحت حمایتشان چرخیده بود. خروش شهرها و جوانان شورشی، ضربان قلب ملت ایران در شوق آزادی برای یک ایران آزاد است. واقعیت وحشتناکتر برای رژیم این است که مواضع ترامپ و پومپئو از حمایت همه مقامات و از حمایت دو حزبی در آمریکا برخوردارند و دو حزب بر سر برخورد قاطع با رژیم ایران که بانکدار تروریسم در جهان است با یکدیگر اتفاق نظر دارند. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری: ما دیگر پراکندن بعض خشونت و تروریسم توسط ایران در سراسر جهان را تحمل نخواهیم کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا: در صورتی که رژیم ایران اقدامات منفی علیه ایالات متحده انجام دهد، قیمتش را پرداخت خواهد کرد. نیکیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد: ما فریب آنها را نمی‌خوریم. پرزیدنت به آنها فهمانده است ما را تهدید نکنید، زیرا ما هر تهدیدی را جدی می‌گیریم. سارا سندر، سخنگوی اصلی دونالد ترامپ: تهدید تند ترامپ علیه رژیم ایران نمونه‌ای از سیاست صلح از موضع قدرت است
که به دنبال تهدیدات توخالی از طرف ملاهای تهران میباشد. هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایالات متحده سرکوب اعمال شده بر مردم ایران توسط کسانی که ناعادلانه حکومت میکنند را محکوم میکند و ما با افتخار صدای کسانی را که در ایران مشتاقانه خواهان داشتن حقوق بشر غیرقابل انکار و جهانی هستند تقویت میکنیم. روزنامه‌های رژیم هم صحنه دیگری از بروز تناقض رژیم بود که این تناقض در تیترهای روزنامه‌ها بارز بود و از تیترهای ظاهراً تند آنها وحشت کاملاً نمایان بود. جوان: توییت دموکرات‌های مجلس آمریکا: فریب ترامپ را نخورید، به ایران حمله نمی‌شود. وطن امروز: بهترین دفاع حمله است. آرمان: جدال لفظی روحانی ترامپ، فاصله اعلامی و اعمالی. صدای اصلاحات: توییت روحانی و ترامپ سکه را گران کرد. در روزنامه‌های حکومتی هم رجزخانی و تشویق روحانی به خاطر حرفای اخیرش و هم ابراز خشم از او رژیم را وارد گرداب جدیدی کرده است. روزنامه ابتکار 2 تیر: روحانی از مسیر اعتدال دوری گزید و راه به تقابل و تهدید گشود. تهدیدهای مکرری که دوستان و همراهانی مانند چین و اروپا را نیز برنجاند و از ما دور کند و در جبهه مقابل ما قرار دهد نیز خردمندانه و از روی حزم و احتیاط نیست. در این میان روزنامه آرمان تابلوی جدیدی را مطرح کرده به این معنا که رجزخانی روحانی زدن راهنمای چپ برای پیچیدن به جاده مذاکره بوده است. آرمان می نویسد: شاید در پس چنین سخنان و یا در ورای نظر روحانی ایجاد یک نوع انسجام داخلی قوی تری مطرح باشد و در بین گروه‌های سیاسی و مردم یک انسجامی را برقرار کند. حالا این انسجام در خدمت مصالحه و یا کنار آمدن با غرب است یا نه ادامه و در این حال افزایش تنش‌ها مطرح خواهد بود. با شناختی که از ایشان داریم، کار و نیت دوم کمی دور از ذهن است. سخنرانی وزیر خارجه آمریکا و همینطور حرف‌های رئیس جمهور این کشور ترامپ در رابطه با رژیم باعث شده که واکنش‌های زیادی چه در جهان و چه در درون رژیم حول اون به وجود بیاد که این واکنش‌ها و انعکاسات همچنان هم ادامه داره. حول همین موضوع ما گفتگویی داریم با میثم ناهید. سلام عرض می‌کنم به شما و متشکرم از حضورتون. سلام به شما و بینندگان عزیز. بله. الان چه به اصطلاح پاسخ رئیس جمهور آمریکا به روحانی در مورد همین حرفایی که زد و تهدیداتی که روحانی کرده بود مورد استقبال باند دلواپسان که خوب می‌دونیم در مجموع علیه روحانی هستن قرار گرفت، آیا این نشون دهنده یک نزدیکی بین دو باند در درون رژیم به نظر شما؟ نه، این نمیتونه باشه به این علت که دلواپسان که خب به گفته خود شما باند رقیب روحانی هستن، میدونن که روحانی این حرف رو به خاطر مصرف داخلی زد و به خاطر اینکه خب نیاز داشت که رژیم تو این شرایط یک دودادنی بکنه. البته که این حرفا که بار تروریستی داره و خشونت طلبی خب جز ماهیت روحانی هست، اما در شرایط کنونی خط باند روحانی اینی که تلاش کنه بتونه اتفاقا هرچی بیشتر به غرب نزدیک بشه و همون مسیر زهرخوری ها. به همین خاطر الان باند دلواپسان تاکید میکنن روی همین وجه حرفای روحانی که معکوس خواسته خودش است، تاکید میکنن تا این رو هرچی بیشتر بزرگ بکنن، که همین موضوع اتفاقا باعث میشه که تنش ها و شق و شکاف درون رژیم تشدید بشه. امروز رسالت، روزنامه یکی از این باندای مخالف روحانی، گفته بود که اگر ما به جای روحانی بودیم اتفاقا بیشتر تاکید میکردیم بر همین حرفایی که روحانی زده بود. اینم اضافه کنم که نه تنها این موضوع باعث نزدیکی دو باند رژیم نشده، بلکه حتی اگر دقت کنین درون خود باند روحانی هم الان یک شق و شکاف ایجاد کرده. صحبت‌های همین روزهای زیبا کلام که از مهرای اصلی همین باند روحانیه، یا دیپلمات‌های سابق رژیم مثل علی خرم، اینا خب نشون دهنده همین شق و شکافه که اینا اعتراض میکنن به روحانی که در چنین شرایطی تو چرا اومدی همچین حرفایی رو زدی. یا یک دیپلمات دیگه رژیم به نام احمد عزیزی میگه که اگر حتی میخواستی مصرف داخلی داشته باشه که خب همینم بود، چرا خب اینو رسانه‌ایش کردی؟ میرفتی با همون دیپلمات رژیم اینو مطرح میکردی، تمام.
به طور مشخص این دیپلمات رژیم میگه اگر روحانی برای چنین اظهاراتی در جمع بسته حرفه‌ای های سیاست خارجی، یعنی همین دیپلمات رژیم، دلیل و توجیهی هم داشته باشد، رسانه‌ای کردن آن را میتوان گرهی تازه بر گفتمان اعتدال دونست. یعنی میگه فقط اومد یک گره جدید در مسیری که میخواییم رو به مذاکره بریم ایجاد کردیم. به هر حال این وضعیت الان هست، یعنی نه تنها شق و شکاف بین دو باند رژیم هم نیامده بیشتر شده، بلکه درون خود باند روحانی این شق و شکاف بارزه. روزنامه اعتماد که مال خود باند روحانیه تیتر زده بود امروز از شیخ دیپلمات تا سرهنگ تهدید، داشت طعنه میزد به روحانی. اگه خاطرتون باشه یک بار روحانی خودش گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. با اشاره به همون حرف روحانی این اعتماد داره بهش طعنه میزنه که از شیخ دیپلمات، یعنی حرفی که دیروز پیرو زد، تا سرهنگ تهدید، یعنی الان اومده رو به تهدید و این آورده. به هر حال الان وضعیت درون رژیم اینجوری، یعنی همین حرف روحانی عامل تنش‌های بیشتر درون رژیم شده. بله. پس حالا شما میگید یک وجهی که الان هست اینه که این نه تنها نزدیک نکرده دو باندو، بلکه باعث تنش بیشتر بین دو باندم شده. چیز دیگه‌ای که ما توی رسانه‌های رژیم می‌بینیم اینطور که مثلا اونا انعکاس میدن، موضع‌گیری‌های ترامپ و صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا، این باعث تنش و اختلاف در درون آمریکا شده. آیا واقعا اینطوریه یا به چه صورت هست؟ به هر حال این حرفی که روحانی زد همونطور که گفتم خودش عامل تنش زیادی درون رژیم شده. همینطور خب این تنش تأثیر میذاره روی وضعیت درونی رژیم و نیروهاش. خب رژیم نیاز داره که یک چنین تبلیغاتی بکنه، ولی اگر فارغ از این حرفای رژیم ببین در صحنه واقعی اگر چنین حرفایی، یعنی حرفای رئیس جمهور آمریکا ایجاد اختلاف کرده بود درون حاکمیت و دنیای سیاست آمریکا، خب بعد نمودهاشو میدیدیم. در حالی که الان دقیقاً عکسه. اگر نیا کنیم بلافاصله بعد از اینکه وزیر خارجه آمریکا صحبت کرد و اون حرفا رو در رابطه با رژیم زد، ترامپ عطف به همین تهدید روحانی اون توییت شدیدش رو کرد و هشدار جدید داد به روحانی. بلافاصله بعدش مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اومد تایید کرد همین حرفای ترامپ رو و بعد گفت رئیس جمهور آمریکا رژیم ایران در وضعیت هشدار قرار داده و بعد گفت ما دیگه این تهدیدهای رژیم رو تحمل نمی کنیم. این حرفا در این سطح سیاسی معنی خاص خودشو داره. اینکه رژیم به صورت رسمی در وضعیت هشدار قرار داده شده باشه چیز کمی نیست. وقتی معاون رئیس جمهور آمریکا میگه، یا جان بولتون مشاور رئیس جمهور آمریکا گفت رئیس جمهوری میگوید اگر ایران دست از پا خطا کند قیمتی خواهد پرداخت که کمتر کشوری داده، یعنی تایید میکنه و تاکید میکنه بر همون حرف دونالد ترامپ. یا سارا سندرز سخنگوی رسمی کاخ سفید که سخنگوی خود ترامپ هم هست، دیشب گفتش که تهدید تند پرزیدنت ترامپ علیه رژیم ایران نمونه ای از سیاست صلح از موضع قدرت است که به دنبال تهدیدات توخالی طرف مولای تهران میباشد. یعنی هم انگوش میذاره روی حرفای روحانی که میگه این تهدیدات توخالیه، و هم میگه که اتفاقا این حرفایی که ترامپ زد سیاست صلح از موضع قدرته. اگه خاطرتون باشه اتفاقا یکی از اشکالاتی که به دستگاه مماشات دولت سابق آمریکا، یعنی اوباما میگرفتن، این بود که تو از موضع قدرت چون وارد نمیشی اتفاقا باعث میشی که دنیا بیشتر سمت جنگ بره، در عطف به رژیم ایران. این میگه که اتفاقا همین تهدیداتی که رئیس جمهور آمریکا میکنه خودش سیاست صلح از موضع قدرته. در درون این در درون دولت آمریکا بود. در درون کنگره هم اگر نگاه کنی الان بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب حمایت میکنن از این موضع رئیس جمهور آمریکا. این رو هم خب در نظر داشته باشین که همین الان در آمریکا بر سر خیلی موارد مختلف دو حزب مطرح به شدت با هم درگیرن، یعنی با هم اختلاف دارن. الان به صحنه‌های کنگره آمریکا نیا کنی می‌بینیم بالاخره تضاد توشون زیاده، اما عطف به رژیم که میشه می‌بینیم که این تنش‌ها نه تنها کاهش پیدا می‌کنه بلکه اتفاقا یک صدای واحد شنیده میشه. این موضوع هم جدید نیست.
همین لایه تحریمی که چند بار تا حالا در کنگره آمریکا رفته، میزان آرای مثبتش در مقابل آرای منفیش تقریبا میشه گفت شگفت آوره. مثلا 416 رأی مثبت در مقابل 2 رأی منفی. در سنا همه یک دست رأی مثبت میدن. یعنی می‌بینیم که اونجا که به بحث رژیم ایران، به بحث تروریسم و به بحث تهدیدات واقعی میرسه، دو حزب آمریکا نه تنها با هم دچار اختلاف نمیشن، بلکه یک دست هستن و الان هم پشت رئیس جمهور آمریکا اومدن در رابطه با همین تهدیداتی که رو به رژیم ایران کرد. بله. حالا یک چیز دیگه هم هست، اونم اینه که گفتید در درون رژیم به اصطلاح روحانی رو سر همین حرفی که زدین گفت با دم شیر بازی نکنید به آمریکا گفت. یه عده تشویق می‌کنن، یه عده هشدار میدن که نکن، از این حرفا نزن. ریشه این دو دستی و اختلاف چیه و فکر کنی که روحانی مثلا چجوری از پس حلش برخواهد اومد؟ اگر رژیم به طور واقع در مقابل بحران‌هایی که الان باش درگیره که یکی از این اصلی ترین بحران‌هاش همین شکست برجامه، اگر راه حلی داشت شک نکنیم وضعیت به این صورت نبود. نیا کنین یک مثال میزنم، البته فقط جهت نمونه است. سال دهه 80 که رژیم به خاطر دو جنگ بادآورده در منطقه، یعنی جنگ عراق و افغانستان، خب سوتای بادآورده داشت و دنیای مماشات هم اون موقع خطش کنار اومدن با رژیم بود، یک این دستاوردها باعث شد که اتفاقا رژیم بتونه حاکمیتش رو تقریبا یه دست بکنه. اون موقع میبینیم که کمترین تنش در اون رژیم وجود داشت. به خاطر چی؟ خانی گویا یک راه حلی رو به رژیم باز شده بود، البته مقطعی برای اون پروسه. ولی الان نه که هیچ راه حلی نداره، نه که در برابر این تنش ها و این بحران ها به طور خاص الان در رابطه با همین بنبست برجام هیچ مسیری نداره، رو به شرق میره میبینیم سرش به سنگ میخوره، رو به اروپا میاد میبینیم که بعد از چندی خود اروپایی ها میگن ما از پس این موضوع برنمیایم. این از هر جا که میره بنبسته. خب ریشه این وضعیت، ریشه این دوگانگویی ها همین بنبسته، چون راه حل نداره. هر کس در اون رژیم یک خط میگه و در پی منافع خودش دنبال اینه که رژیم اون خط رو بره. خب تعارض این خطوط باعث میشه که این دوگانگویی ها به وجود بیاد. به همین خاطر ریشه اصلی همون بنبسته. اتفاقا امروز روزنامه حکومتی آرمان یک مطلبی نوشته بود که گویای همین وضعیته. اجازه بدید من بخشایشو بخونم. میگه آرمان: روحانی چرخشی در موازه یا تعبیری گردش به راست نداشته است. در هر حال باید منتظر مان و دید حرکت‌ها و موازه بعدی روحانی چگونه خواهد بود. اینو عطف به همین تهدیدی که روحانی کرد، گفت با دم شیر بازی نکن. میگه و حرفش که این نیستش، که حرفش هم موازش موازه دنبال مذاکره و ایناست. بعد میگه شاید در پس چنین سخنان و یا در ورای نظر روحانی ایجاد یک نوع انسجام داخلی قوی تر مطرح باشد و در بین گروه های سیاسی یک انسجامی را برقرار کند. میگه یک تابلو اینه که اتفاقی حرفاش یک انسجامی را در اون رژیم ایجاد کنه. حالا این انسجام در خدمت مصالحه، مذاکره و یا کنار آمدن با غرب است یا نه در این حال افزایش تنش ها را مطرح خواهد کرد. میگه اگر همین چنین انسجامی باشه، که خب نیست، آیا در خدمت کنار اومدن با غربه یا بیشتر در خدمت تنش هاست. بعد میگه با شناختی که از روحانی داریم و کار و نیت دومی کمی دور از ذهن است. میگه این دنبال همون مذاکره است، دنبال ایجاد تنش نیستش، اصلا زورش نمیرسه. به نظر میرسد رئیس جمهوری به دنبال این است که یک اجماع نسبی را در بین گروه های سیاسی ایجاد کند که این اجماع نسبی میتواند نوعی سوخت سیاسی و لازمه و مقدمه این امر باشد. سیاست هایی که ایران باید در چند ماه آینده اتخاذ کند. این تصمیمات به طور قطع با توجه به تحریم های پیش رو بسیار سخت خواهد بود. حرفش اینه که این روحانی چون میدونه مسیری نداره، چون میدونه بعد الان رژیم تصمیمات سختی بگیره، تصمیمات سختم منظور همون کنار اومدن با همون شروط آمریکاست. یعنی آقا بپذیر اون زهرای بعدی رو بخوره. روحانی چون میخواد این مسیر رو بره، این حرفا رو میزنه که دست کم درون رژیم اون دلواپساری کم آروم بکنه که بیان پشتش برای پیش برد این خط. یعنی خودش داره میگه درون رژیم نه که چند دسته هست، حتی یک خط واحد نمیتونن برن. به همین خاطر روحانی مجبوره رو به این نمایشا بیاره، این دودادمو بکنه تا بلکه یک این انسجام شکل بگیره.
البته خب شاهد هستیم که نه تنها این انسجام شکل نمیگیره، بلکه درون باند خودش هم دچار تنش و انشقاق میشه. بله، خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگو ما. خواهش می‌کنم. دوستان عزیز بیننده، با سپاس از اینکه شما بیننده برنامه امروز ما بودید، امیدوارم که برنامه‌مون مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما.